خسروی پور روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر با ما همراه هستن. آقای خسروی پور، این طرح هوشمندسازی یارانه نان چیه و اصلا قراره چطور انجام بشه؟ ببینید، در ادامه بحث حذف ارز ترجیحی و در حقیقت از خارج کردن فروش در حقیقت آرد به صورت با فروش آرد به صورت ارز ترجیحی به نانوایی ها و در حقیقت کمبود منابع ارزی که برای دولت اتفاق افتاد و در ادامه اون جنگ اوکراین و کمبود منابع تامین خارجی برای همه کشورها زمزمه هایی پیش اومد. البته قبل‌تر از اون هم اشاره هایی شده بود که این نوع توزیع آرد در ایران و در حقیقت گندم در ایران باعث فساد هست، باعث رانت هست و مقدار زیادی از این قاچاق میشه. به تبع اون تصمیم گیری های انجام شد و در مجلس تدبیر ارائه دادن که به صورت مستقیم یارانه‌ای که به قیمت آرد و گندم پرداخت میشه مستقیم مصرف کننده پرداخت بشه. البته اخبار متفاوتی میشنیدیم در مورد نحوه اجراش. یه زمانی شنیدیم که قرار کارت نان صادر کنن، یه زمانی شنیدیم که میزان در حقیقت سهمیه بندی و جیره بندی روی این قرار اعمال بشه. بعدن ولی در مورد اجرا، اولین شهری که در حقیقت استانی که اجرا شد به صورت پایلوت و مدلی که ارائه شد این بود که در ارائه نان و قیمت ارائه نان هیچ تغییری اتفاق نمیفته برای مصرف کننده، ولی از اون طرف در مورد شبکه تولید در حقیقت نانوایی ها اونها رو به صورت آزاد خرید میکنن، یعنی با قیمت جدید خرید میکنن، ولی به مقداری که میپزن در همون روز مردم از طریق کارت های بانکی خودشون خرید میکنن و در انتهای روز با محاسبه ای که اون سیستم براشون انجام میده یارانه قیمت مابود تفاوت قیمت خرید آرد با قیمت یارانه به حسابشون واریز میشه. آقای خسروی پور، یکی از دلایلی که مطرح میشد این بود که از قاچاق آرد یارانه جلوگیری بشه با این طرح. آیا واقعا اصلا امکانش هست؟ ببینید، در مورد قاچاق آرد مباحث گوناگونی مطرح شده و یه مقدار اعداد در حقیقت متناقضی هم به گوش میرسه. اولا که آرد یک کالای حجیمه، قاچاقش به صورت مثلا شما میگید یا یک زمانی راجع به قاچاق طلا صحبت میکنیم یا قاچاق دارو صحبت میکنیم، خیلی کم حجمتره و امکان قاچاقش واقعی تر به نظر میرسه. آرد یک کالای آرد و گندم یک کالای حجیمه که این اتفاق خیلی دور از ذهنه. البته اعدادی ارائه میشه با توجه به اختلافی که نسبت قیمت آرد و گندم یارانه‌ای در ایران داشته با کشورهای همسایه، ولی نکته مهمی که باید بهش فکر کرد و باید بهش توجه کرد همین نظام چند نرخی سازی هست که خودش باعث قاچاق یا در حقیقت ایجاد رانت میشه. ما قاچاق حتما نباید به خارج از کشور داشته باشیم. قبل از این همین اتفاق افتاد، سهمیه آرد رو میگرفتن به شیرینی فروشی ها یا به نونوایی های آزاد پز یا حتی به دامداری ها میفروشن. عذرخواهی میکنم آقای خسروی پور، وقتمون تمومه. عذرخواهی میکنم از شما. سیامک خسروی پور، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر.